به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند، چه اونهایی که در سالن تشریف دارن، عرض خیر مقدم دارم خدمتتون، و دوستانی هم که در زوم هستن عرض سلام مجدد دارم خدمت دوستان، و خداوند رو شاکر هستم که ما این فرصت برامون به وجود اومد که دو مرتبه در مرکز ابن سینا، مرکز فرهنگی ابن سینا، بتوانیم که کلاس‌های خودمون رو ادامه بدیم. میدونید که این کلاس‌ها رو ما هم در زوم و هم در سالن انجام میدادیم و همین امر به خاطر مسئله کرونا برای مدتی وقفه ایجاد شد. خوشبختانه الان با توجه به اینکه خطر تا حدود خیلی زیادی برطرف شده و قسمت عمده جامعه واکسینه شدن، دو مرتبه ظاهرا این فرصت به وجود اومده که ما میتوانیم در ابن سینا هم انشاءالله دور هم جمع بشیم و به این کلاسامون ادامه بدیم. خداوند را از این بابت شاکر هستم و از مسئولین ابن سینا هم تشکر میکنم، همون گونه که از سازمان نیپاک هم قدردانی میکنم که این شرایط رو فراهم کردن که دوستان در کنار هم قرار بگیرند و با همدیگه بتوانیم شعرهای حافظ و مولانا و سعدی را بخوانیم. من بس از این مقدمه با اجازهتون اسکرین شیر انجام میدم و میرم سراغ اولین غزل از جناب سعدی. غزل این گونه شروع میشه، میفرماید که آن را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست، بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدا، او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست، مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندان که می رود همه ملک خدای اوست، آن که از توانگری و بزرگی و خارجگی بیگانه شد و هر که رسد آشنای اوست، کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست، عاشق که بر مشاهده دوست دست یافت، در هرچه بعد از آن نگرد اژدهای اوست، بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست، این پنج روزه عمر که مرگ از قفای اوست، هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست، از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست. چقدر شعر زیبایی است و از مضامین عارفانه برخوردار هست شعر، و میبینیم که در واقع اول شخص در این شعر سعدی است و در واقع دوم شخص نامشخصه. به نظر میاد که همه ما مخاطبان قصه‌ی سعدی علیه الرحمه است. متشکرم. خب داستان از اینجاست، یه آن را که جایی نیست همه شهر جای اوست. داستان سالک رو داره صحبت میکنه، میگه کسی که جای نداره در واقع همه شهر جای اوست. حالا این هم از دیدگاه منفی میشه بهش نگاه که هم از دیدگاه مثبت. شما ببینید همین هوملس هایی که الان ما تو خیابونا میبینیم، بعضا متاسفانه که نباید ببینیم، تو یک کشوری مثل آمریکا و در یک ایالتی مثل کالیفرنیا که خودش قوی ترین اقتصاد آمریکا رو داره، نباید اینو ببینیم، ولی حالا دیگه این ظلم به سویه است که در کل جامعه وجود داره. اینا هم همه شهر جایگاه اوناست، هر جا که دلشون بخواد میرن میخوابن. ولی بعد عرفانی کسی که متعلق به جایی نیست همه جا جای اوست. درسته، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست، درویش هر جا که شب بشه جایگاهش خونشه، سقف خونش آسمانه و کف خونش زمین خداونده، بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدا، او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست. این همون رسیدن به قناعته، اون مقام قناعت. دیگه بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدا، بالاترین ثروت داشتن خداونده،
داشتن پول، ثروت، خونه، اینا ابزار زندگیه. دقت بکنید، اینا ابزار زندگی، اصل زندگی نیست. اصل زندگی این هستش که شما چقدر خدا رو شناختی، چقدر خود رو شناختی، چقدر در جامعه تونستی خدمت بکنی و چقدر تونستی از مثلا مواهب الهی در مسیر درست بهره مند بشی. اصل زندگی اینه. گفته بودم اینو چند بار، گفتم وظیفه اصلی ما در این جهان اینه که از مواهب جهان استفاده کنیم، مردم رو در این مواهبی که وجود داره با خودمون شریک بکنیم و دنیای بهتری از آنچه که الان ما توش داریم زندگی میکنیم برای نسل‌های آتی خودمون چی باقی بذاریم. اگر این وظیفه رو درست انجام بدیم، وظیفه انسانی خودمون رو انجام بدیم. بعد میگه که مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندان که میرود همه ملک خدای اوست. خیلی جالبه، مردی که مرد خداست دیگه در مغرب و مشرق قریب نیستش. اینجا آمریکاست، اونجا ایرانه، اونجا هندوستانه، اون یکی چینه، این یکی نمیدونم برزیله. دیگه مرد خدای در مغرب و مشرق عالم قریب نیست، هر جا که بره ملک خدای اوست. حتی از این کره خاکی هم بره به کهکشان راه شیری و بعدم بره به کهکشانهای دیگه، بازم ملک خدای اوست. آن کس توانکری و بزرگی و خواجگی بیگانه شد، به هر که رسد آشنای اوست. این خیلی جالبه. آن کس توانگری و بزرگی و خواجگی، ببینید سه تا صفت پشت سر هم میبره. توانگری ثروتمندی، بزرگی یعنی قدرت و به اصطلاح حشمت، خواجگی هم یعنی به اصطلاح سردار بودن، بزرگ بودن قوم و قبیله مثلا معنی میده. پس پست و مقام، ثروت به اصطلاح جلالت طایفه‌ای و به اصطلاح اعتبار خانوادگی. میگه اون کسانی که از اینا بیگانه میشن به هر که رسد آشنایی هست. از اینا که به اصطلاح جدا شدی، با هر کسی که آشنا بشی به اصطلاح اونجا آشنایی تو هستن، همه آشنایی تو هستن. خب کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنن، عارف بلا که راحت او در بلای هست. میبینید میگه اونایی که دیدگاهشون پسته، پایینه، کوچیکه، فقط اونا که بینیشون رو میبینن، اونا فقط از دنبال راحتی هستن، یعنی دنبال راحتی جسمن. پول بیشتر دست گیرشون بیاد، خونه مثلا مرفه تر، ماشین فلان، اینا دنبال این هست. اما اونهایی که عارف هستن میدانند که وقتی به بلا گرفتار میشوند گوهر وجودشان متبلور می شود و بیرون می آید. درست مثل یه سنگ طلایی که ناخالصی داره، توی کوره می زرنش، می سوزوننش، ناخالصی هاش ازش جدا می شه، اون طلای ناب از وجودش میاد بیرون. عارف در مسیر سیر و سلوک که اینقدر هم می گن که خودتون رو آماده بکنید برای اینکه به سختی ها برسید، میگه که این سختی ها اون گوهر وجودی انسان رو چکار می کن، متبلور می کن و بیرون می آید. پس عارف بلا طلب میکنه، چرا که راحت او در بلای است، یعنی به تعالی روح میرسه. عاشق که بر مشاهده دوست دست یافت، در هرچه بعد از آن نگرد اژدهای است. میگه عاشق وقتی که روی زیبای دوست رو میبینه، اون زیبایی روی دوست یعنی اون جمال الهی است دیگه، در واقع درسته، میگه وقتی اون رو میبینه دیگه به هر چیز دیگه ای که نگاه کنه زشته براش، انگار که یک زیبایی رو میبینه که دیگه در مقابل اون زیبایی هر چیز دیگه ای زشته و به نظرش نمیاد. دیدید مثل داستان یوسف شد دیگه، که اون دوستش گفت من چی واسه یوسف ببرم که به نظرش بیاد، هم لباس داره، هم ثروت داره، هم پست و مقام داره، هم همه چی داره، یعنی چی ببرم که به نظرش بیاد. که بعد اون آینه رو برداشت، براش گفتش که آینه رو آوردم که چهره زیبای خودت رو توش ببینی، چیز دیگه نداشتم که وسط بیارم. چقدر این داستان زیباست. بعد میگه بگذار هر چه داری و بگذار، که هیچ نیست این پنج روزه عمر که مرگ از قفایی است. میگه این چیزایی که داری بگذار و ازش بگذار. این نه به معنیه که حالا مال و ثروت تو
مثلا آتیش بزن و از بین بره، نه، میگه وابستگی رو بهش کم کن. بحث سر اینه، چیز دیگه ای نیست. میشه که بگذار هرچی داری و بگذار که هیچ نیست. این پنج روزه عمر که مرگ از قفای اوست، این پنج روزه عمر بالاخره ما هممون میبریم، ببینیم که چی از همون باقی میموند، چی از همون باقی میموند، خانه ای که به ظلم ساختیم یا کاری که مثل سعدی انجام دادیم، این کتاب گلستانی که نوشتیم، این غزلیاتی که سرودیم که هر کدوم از غزلیات یک انسانی رو متحول کرده و در راه تعالی اینها رو پیش برده. این میگه به این ببین چی به دست بود. بعد میگه هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، گوغم مخور که ملک ابد خونبهای است. اینم نکته خیلی قشنگیه. میگه آدمایی که کشته شمشیر عشق میشن، در مسیر عشق به شهادت میرسن. یادتون باشه در مسیر عشق به شهادت رسن، نه اینکه خونشون خون جسمایشون ریخته میشه، در واقع یعنی خواسته های خودشون، خواسته های مادی خودشون رو شهید میکنن، از بین میبرن که به اون خواسته های معنوی برسن. میگه هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. خونبهاش چیه؟ ملک ابدی است. اینو مولانا به زیباترین شکل در رابطه با اون شهیدان الهی میگه. کجا ایده شهیدان الهی که بعد همین داستان ادامه پیدا میکنه، که میگه که یه آدمایی که در مثل امام حسین شهید شدن، از بند و زندان این دنیا رها شدن و الان در ملکوت آسمان سلطنت میکنند. دقت کرد، این همون کشته به صلاح شهید عشق شدن، یعنی که ملک ابد خونبهای اوست، ملک ابد رو بهش میدن. بعد میگه که از دست دوست هر چه ستانی شکر بود، از دست دوست هر چه ستانی شکر بود. سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست. توجه کردی چقدر زیبا؟ میگه هر چیزی که از دوست برسد شکر شیرینیست، حتی اگر زهر به دست تو بدن بازم شیرینیست، حتی اگر درد و رنج به تو بده باز هم شیرینی است. داستان خربوزه خوردن لقمان از دست اربابش یادتون بیاد توی مثنوی، که خربوزه تلخ رو با بلع میخورد، بعد آخریش رو طرف خورد، گفت این که مثل زغنبوت، تو چطوری این 18 تا قاچه خوردی؟ 17 تاشو اون خورده بود، یکیشو گفت من بخورم ارباب. این گفتش که من از دست تو همیشه شیرینی خوردم. این خیلی نامردی بود که اگه یه بار حالا تو یه خربوزه تلخ به ما بدی من رو ترش کنم. این داستان ما و خداونده. شما نگاه کنید ببینید چقدر خداوند به شما نعمت داده، چقدر نعمت داده. من امروز داشتم تلویزیون الجزایر رو نگاه میکردم، الجزیره، اون شبکه الجزیره هستش، نگاه میکردم، لالهان گریم گرفت وقتی این صحنه ها رو دیدم، که حالا ظاهرن بچه های اون داعشی ها که بودن مثلا توی موسل، راجع به موسل داشت نشون میداد که موسل یه دخل، بالاخره داعشی بود، آدمای بدی بودن، آدم زدن کشتن فلان کردن، ولی بچهای بیچاره که کاری نبودن، یه بچه 6 ساله 5 ساله 7 ساله 10 ساله داشتن اینا، حالا یا باباها رو گرفتن یا کشتن، بالاخره اتفاقاتی چون موسل در آوردن از دست داعش دیگه. وقتی این بچهای حیونیا رو بهشون آیدنتیتی نمیدادن، میگفتن شماها باباتون مثلا جنایتکار بوده، بعد بچه میگه من دلم میخواد برم مدرسه، من راه نمیدن مدرسه. آدم واقعا اشک از چشاش در میومد. زنش مثلا یه زنی جوون بود، میگه من موندم گرسنه موندم، به من نه کمک میکنن نه فلان میکنن. این زن بچه دارن تقاص اون بابا هر مثلا دارن پس میدن، باباهی که خودش هم معلوم نیست که چجوری مخشویی شده که این کارها رو مثلا ببخشید احمقانه، حالا ببخشید این کلمه رو بکنید، آدم دلش واقعا میسوزه. حالا شما ببینید مثلا مقایسه کنید زندگی های خودتون رو با اون، یا زندگی بچه های خودتون رو مقایسه کنید با اون بچه ها. ما واقعا خیلی نعمت ها خداوند به ما داده که ما فکر میکنیم خیلی روتینه عادیه، ولی وقتی آدم به زندگی دیگران نگاه میکنه میفهمه که از چه نعمت هایی واقعا برخورده و باعث شکرگزار باشه. بعد پس میگه از دست دوست هر چه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست.
پس اگر رضای خداوند در چیزی بود دیگه نگرانش نباش و این به اصطلاح قبول داشته باش. خب من اینو چیز کنم اومد. خب اما غزل بعدی بزرگ میکنم که دوستانم بتونم ببینم. غزل شماره 12 رو داریم میکنم. میگه آن به که چون منی نرسد در وصال دوست، تا ضعف خیش حمل کند بر کمال دوست. نشک آیدم ز مردم که دیده بارها، که این شوخ دیده چند ببیند جمال دوست. پروانه کیست تا متعلق شود به شمع، باری بسوزدش صحبات جلال دوست. صحبات یعنی اون پرتو به اصطلاح نور الهی. آن دوست روزهای تنعم، ای دوست روزهای تنعم به روزه باش، باشه که در فتد شب قدر وصال دوست. دور از هوای نفس که ممکن نمی شود در تنگنای صحبت دشمن مجال دوست. گرفتید مطلب رو؟ یه بار دیگه بخونم متوجه بشیم. دیگه دور از هوای نفس که ممکن نمی شود در تنگنای صحبت دشمن مجال دوست. دقیق بفهم. حالا معنی میکنم. گر دوست جان و سر طلبد ایستاده ایم. گر دوست جان و سر طلبد ایستاده ایم. یاران بدین قدر بکنند احتمال دوست. خرم تنی که جان بدهد در وفای یار. خرم تنی که جان بدهد در وفای یار. اقبال در سری که شود پایمال دوست. بحبه. ما را شکایتی ز تو گر هست هم به توست. ما را شکایتی ز تو گر هست هم به توست. در پیش دشمنان نتوان گفت حال دوست. بحبه. چقدر زیبا. بسیار سعدی از همه عالم بدوخ چشم، تا می نمایدش همه عالم خیال دوست. دو مرتبه از این مضامین بسیار زیبای عارفانه و عاشقانه غزلیات سعدی است که باید مورد بحث قرار بگیره. میگه آن به که چون منی نرسد در وصال دوست، تا ضعف خیش حمل کند بر کمال دوست. اینجا یه مقدار رندی در کلام به کار برده سعدی، بسیار بسیار زیبا رندانه صحبت کرد. میگه که من بهتره که به وصال دوست نرسم، من لیاقت رسیدن به وصال دوست را ندارم. چون بالاخره سعدی سالکه دیگه، عارف و سالکه، داره حرکت میکنه برسه به وصال قرب الهی، حالا اسمشو بذاریم. میگه بهتره من به اون نرسم تا بهانه ضعف‌های خودم رو بندازم گردن کمال او. یعنی بگم چی؟ بگم او انقدر کمالش زیاده که من نتونستم بهش برسم، من ضعیف نتونستم به او برسم، این ضعف خودم رو بندازم به کمال او. بخواد بگه که من اونقدر توش و توان ندارم که به کمال، به قرب بارگاه الهی چه بشه نزدیک. پس بهتره که نشم و بگم که او چون خیلی بالاست من به اون نمیرسم. خیلی جالبه، خیلی رندانه صحبت کرده. نشک آیدم ز مردمه که دیده بارها، که شوخ دیده چند ببیند جمال دوست. میگه من به چشم خودم حسودی میشه. چرا که این مردمه که چشم من جمال دوست رو میبینه، ولی من حالا باید با چشم قلبم ببینم دیگه علل اصول، ولی من نمیبینم. پروانه کیست؟ حالا ببین همش داره در موضع تواضع در مقابل معشوق داره صحبت میکنه دیگه. میگه پروانه کیست تا متعلق شود به شمع، باری بسوزدش صحبات جلال دوست. میگه من مثل اون پروانه ای هستم که نمیتوانم اساسا به شمع نزدیک بشم، زیرا که اگه پروانه به شمع نزدیک بشه میسوزه، بالش میسوزه دیگه. میگه پس بنابراین من مانند پروانه ای هستم که
لیاقت نزدیک شدن به اون شمع وجود الهی را چی؟ ندارد. زیرا که اگر نزدیک بشم سوخته میشم. ای دوست، روزهای تنعم به روزه باش، باشه که در فتد شب قدر وصال دوست. خطاب حالا دیگه به من و شماست دیگه، دیگه که اون روزهایی که تنعم داری، تنعم از نعمت میاد دیگه، روزهایی که روزهای خوبیته، خوشیته، من چقدر خوشحالمه، همه چی آرومه، میگه اون روزها حواس جمع باش، روزه بگیر، تا بلکه انشالله به شب قدری برسی که در اون شب قدر به وصال دوست نائل شوی، مثل حافظ که گفت آن شب قدر که آن تازه براتم دادن. دور از هوای نفس که ممکن نمی شود در تنگنای صحبت دشمن مجال دوست. میبینید دیگه، سعی کن از هوای نفس دوری کنی، دنبال هوای نفست نرو، چون اگر بری هوای نفس دشمنه، در به اصطلاح در نزدیکی با دشمن تو نمیتوانی که به دوست نزدیکی پیدا کنی. پس چی؟ داره اختیار میکنه به ما، میگه دنبال هوای نفس نری، یا اگر دنبال هوای نفست باشی دوست که معشوق تو هست و به اصطلاح حالا اون معشوق ازلی ابدی هستش، در مجاورت دشمن با تو نزدیک نمیشه. دور از هوای نفس که ممکن نمیشه بعد در تنگنای صحبت دشمن مجال دوست. بله. گر دوست جان و سرطلبت ایستاده ای، یاران بدین قدر بکنن احتمال دوست. میگه که دوست اگر جان و سر منو بخواد ما ایستادیم، میدیم، فرار نمی کنیم، جا نمی زنیم، عقب نشینی نمی کنیم، ما جزو یاران هستیم، بنابراین در این حد که جان و سر خودمون رو بدیم حاضریم، ایستادگی میکنیم که در طلب دوست به اصطلاح قرار بگیریم و به دوست برسیم. احتمال دوست کردن یعنی تحمل دوست را کردن در حدی که سر و جانمون از دست. بعد میگه که خرم تنی که جان بدهد در وفای یار. این دیگه تعریف اون بیت بالاست. خرم تنی که جان بدهد در وفای یار، اقبال در سری که شود پایمال دوست. میگه که اون تنی خرم است که جان خودشو در وفاداری در یار ایثار کنه و بده، و اقبال در آن سری وجود داره. اقبال یعنی از به اصطلاح خوشبختی دیگه، نه اقبال. اقبال در آن سری وجود دارد که پایمال دوست میشود، یعنی زیر پای دوست خرم، یعنی فدای دوست میشه. بعد میگه ما را شکایتی ز تو گر هست هم به توست، در پیش دشمنان نتوان گفت حال دوست. خطاب به معشوق میگه دیگه، میگه که ما اگه از تو شکایت هم داشته باشیم، شکایتمون را به خودت میگیم، درست مثل بچه‌ای که مادر تنبیهش میکنه گریه میکنه، تو میدوی تو بغل خود مادره، پناه میبره به بغل خود مادر، میگه ما همطوری هستیم، ما اگر تو شکایت داشته باشیم میگم به خودت میگیم، ما حال معشوق رو که نمیریم به دشمن بگیم، از دست تو به جای دیگه که شکایت نمی کنیم، شکایت رو به خودت میکنیم. میگه بسیار سعدی از همه عالم به دروغ چشم، تا می نمایدش همه عالم خیال دوست. میگه چون عالم، حالا تو شعر بعدی احتمال راجع به این قضیه صحبت میگه، چون عالم خیالی از دوست است، من چشممو از همه عالم میبندم. برای چی؟ برای که ما وقتی که دوست رو میخوایم تخیل کنیم، چشممونی میبندیم، در عالم خیال معشوق رو تصور میکنیم. میگه من همه عالم رو چون نشانی از اون میبینم، چشمم رو به همه عالم میبندم، به نوعی یعنی خودم رو از دنیا جدا میکنم تا به معشوق برسم و تصویر معشوق رو در قلب و روح خودم بتونم به اصطلاح تجسم بکنم. خب اینم از این شعر زیبا. حالا دیگه این یکی از شاه غزل‌های انصافاً عارفانه سعدیه. من خودم شخصا این غزل دیگه کیف میکنم با این غزل، فوق‌العاده است. دیگه به جهان خرم از آنم
که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شماره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کیندم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. این یکی از شاه بیت‌های این غزله. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. این تفسیر اون آیه قرآن کریمی که از روح خود در او دمیدم، انسان را آفریدم و از روح خود در او دمیدم، این همونه. بعد بگه به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خوناکن زهر که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. چقدر قشنگ. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. یکی از قوی ترین، پر استخون ترین و عارفانه ترین و شیوا ترین از غزلیات انصافا سعدی است، در رابطه با سیر سلوک عارفانه ای که سعدی میکنه و اون جملات عاشقانه ای که از واقعا صمیم قلبش میگن، از سر سویدای قلبش بیرون میاد. بله، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. ببین وقتی میگه من عاشقم بر همه عالم، یعنی بر همه پدیده های عالم دیگه. همین داستانی که الان داشتم راجع به اون بچه هایی که تو دانش داعش داشتم صحبت میکردم، ببین میگه همه اینها اینا جزی از پدیده های عالم هستش. میگه من عالم رو دوست دارم، از این چی که در جهان هستی اتفاق میفته خرسند هستم، میدارم میبینم و بر همه عالم عاشق هستم، زیرا که همه عالم از اوست. منتهای یه نکته، حالا یکی ممکنه بگه آقا این که زشته، پلیدیه، چرا آدم بعد از پلیدی خوشش بیاد؟ نه، هیچ کس از پلیدی خوشش نمیاد، ولی ما وظیفه داریم که بر علیه پلیدی چیکار کنیم؟ مبارزه کنیم، آگاهی بدیم، نذاریم این پلیدی ها اتفاق بیفته، جهان رو به سمتی ببریم که به سوی عدالت. همونطور که گفتم ما وظیفه داریم جهان رو بهتر از آنچه که هست تحویل آیندگان خودمون بدیم. پس برای نباید بی تفاوت بشیم، بعد کار کنیم. بعد به غنیمت شماره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کیندم از اوست. اینجا در نماد صحبت میکنه، به صورت نمادین سخن خودشون میگه، میگه که به غنیمت شماره دوست، با ما داره حرف میزنه، میگه ای دوست دم عیسی صبح رو غنیمت بدون. دم عیسی صبح چیه؟ کیه؟ در واقع باد سباست، باد صبحگاهیه. میگه این مثل عیسی میمونه، این باد مانند عیسی میمونه، نفس زنده کننده داره. یعنی چی؟ یعنی سحر بلند شو، مناجات کن، بذار این دم مسیحایی به تو بوزه، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست. میگه این دل مردت سحرگاه که بلند میشی و عبادت میکنی و این نسیم صبحگاهی به تو میوزه، زنده میشه. چرا؟ چون این باد صبحگاهی همون نفس عیسی الهیه که قلب تو رو چکار میکنه؟ زنده میکنه. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. سر سویدا اون مکان درون قلبی اصطلاحا، اون لکه‌ای که بهش میگیم جف انسان، اون چی که در به اصطلاح قلب و بطن انسان هستش. میگه که نه فلک آسمان،
این مقام رو داره و داره این ثروت رو، نه ملک یعنی فرشتگان. چی رو ندارند؟ آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. خداوند گفت من از روح خود در انسان دمیدم. این در سر سویدای ما هست. یعنی ما چی؟ هر کدوم از ما یه تیکه از خداوند در قلب و وجود ما حضور داره. هیچ موجود دیگه‌ای در جهان هستی این رو نداره که ما داریم. این خیلی مهمه. روح دارن ها، ببینید بقیه موجودات هم روح دارن که زنده هستن، ولی در مورد انسان خداوند گفت چی؟ گفت من از روح خود در او دمیدم. به همین دلیل آدم به مقامی رسید که ملائک نشستن چهار زانو جلوش، خداوند به آدم گفت بهشون یاد بده، اسماء رو به اونا یاد بده، اون چرا که اونا بلد نیستن بهشون یاد بده. این خیلی مهمه. خب به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. میبینید دیگه من با شیرینی زهر رو مینوشم. چرا؟ برای اینکه اونی که داره زهر رو میریزه توی این جام من، اون شاهده، معشوقه که داره این زهر رو میده. بنابراین زهرش هم خوبه، با حلاوت با شیرینی میخوره. به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. من درد رو میکشم چرا که میدونم که او درمانگر من هستش. گفت آنان که خاک ره به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. بعد حافظ میگه دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. اونجا بعد من رو حالمو خوب کنند. اینا فایده ای نداره. بعد میگه زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خوناکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. دیگه اتفاقا دلم میخواد که زخم خونین من خوب نشه. چقدر خوب اون زخم که هر لحظه مرهمم رو او بر من بذاره. من بیماری باشم که او همواره از من پرستاری کنه. من عاشق اون بیماریم. دلم میخواد همواره این زخم بر وجود من هیچ وقت خوب نشه، که او در حضور من باشه. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. دیگه این خیلی واضحه دیگه. میگه غم و شادی برای عارف هیچ تفاوتی نمیکنه. به سلامتی غمی که او بر من فرستاده، ای ساقی باده بده، به سلامتیش چیکار کنیم؟ جام شراب عشق رو بنوشیم. پادشاهی گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت هم از اوست. دیگه بنابراین پادشاهی و گدایی بر ما یکسانه، زیرا که همه پادشاهان و همه گدایان در مقابل او سر تسلیم وجود. پس بنابراین هیچ تفاوتی بین پادشاهی و گدایی وجود نداره. اینو مولانا در داستان اون مرد و زنی که تو بیابون زندگی میکردن و از شدت فقر و فلاکت چیز بودن، در شرایط بدی زندگی میکردن، بعد زنه به مرد گفتش که باشه برو خدمت خلیفه و کوزه آبی رو از میون بیابون، از کوزه آب بارون جمع کرده بودن و بردن و اونجا. که وقتی رفت اونجا خدمت خلیفه، دیدش که همه پادشاه ها به صف نشستن که خدمت خلیفه برسن و عرض ارادت کنن و همه محتاجن. این گفت پس اینجا کجاست؟ این خلیفه کیه که همه پادشاه ها اومدن توی مثلا سالون انتظار نشستن که خدمت اینشون برسن؟ اینم خیلی نکته جالبی که حالا اینجا این سعدیا گر بکند سیل فنا خامنه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. دیگه نگران عمرت هم نباش جناب سعدی. دیگه اگر سیل فنا خانه عمرت رو هم کند، قوی باش، چرا که بنیاد بقا محکنی این روح انسانی باقی میماند و هرگز نابود شدنی نیست. ما چیزی به نام مرگ، مرگ مطلق نداریم. حتی میگن که بعد از مرگ تازه بازم تکامل وجود داره، یعنی ما هنوز در مراحل تکاملی حرکت میکنی و این زندگی حالا شکل دیگر ما همچنان تداوم خواهد داشت. خب
این شعری هم که میخوام بکنم اینم خیلی قشنگه. اینجا یه کمی ظاهرا اینترنت چیز داره ولی خب خوشبختانه برقرارش. میگه که این شعر رو شنیدید که میگه مولانا، از مولانا میگه بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. یعقوب وا اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. بالله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. بعد دیگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خود، کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. بعد دیگه بنما شمس مخفر تبریز روز شرق، من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست. خب اینو مولانا میگه. حالا ببین سعدی چی میگه. میگه از جان برون نیامده جانانت آرزوست، زنار نابریده و ایمانت آرزوست. بر درگهی که نوبت ارنی همی زنند، موری نیی و ملک سلیمانت آرزوست. موری نیی و خدمت موری نکرده ای، وانگاه صف صفه مردانت آرزوست. فرعونوار لاف انالحق می زنی، وانگاه قرب موسی عمرانت آرزوست. چقدر انگار که این دوتا نشستن با هم دیگه محاوره کردن واقعا. چون کودکان که دامن خود اسب کرده اند، دامن سوار کرده و میدانت آرزوست. انصاف راه خود ز سر صدق داده ای، انصاف راه خود ز سر صدق داده ای. بر درد نارسیده و درمانت آرزوست. بر خان عنکبوت که بریان مگس بود، شهپر جبرئیل مگس رانت آرزوست. هر روز از برای سگ نفس بوسعید، یک کاسه شوربا و دو تا نانت آرزوست. سعدی در این جهان که تویی ذره وار باش، سعدی در این جهان که تویی ذره وار باش، گر دل به نزد حضرت سلطانت آرزوست. میبینید مولانا تو اون شعری که من براتون خوندم آرزو میکنه که بن ما رخ که باغ و گلستان آرزوی وصال میکنه. خب سعدی میگه کسی که بخواد به وصال برسه خیلی باید مقام داشته باشه، خیلی باید کار کرده باشه تا به اونجایی برسه که بتونه در محضر معشوق قرار بگیره. از جان برون نیامده جانانت آرزو، زنار نابرید و ایمانت آرزو. تو هنوز زنار خدمت این جهان به کمرت بستی، تو حالا میخوای بری ایمان به دست بیاری؟ تو از جانت هنوز نگذشتی میخوای به جانان برسی؟ این که نمیشه که، این حساب کتاب داره. بر درگهی که نوبت ارنی هم میزنند، موری نی و مرک سلیمانت آرزوست. تو مورچه هم نیستی، اشاره به اون داستان مورچه و سلیمان در قرآن دیگه، یه تو مورچه هم نیستی، حالا میخوای برسی به ملک سلیمان. چقدر مورچه کوچیکه در مقابل سلیمانی که میگفتن بر جهان هستی حکومت میکرده، حالا تازه بر جهان هستی که نه، بر انسانها، بر حیوانات و پرندگان و چرندگان و ماهیای دریا، و یعنی وسعت حکومتش حالا افسانه است ولی به هر حال اینجا نماده دیگه. میگه تو مورچه ای، ادعای ملک سلیمان داری میکنی، یعنی خیلی کوچیکی، خیلی هنوز جای رشد داری فعلا. بعد میگه موری نی و خدمت موری نکرده ای، وانگاه صفه مردانت آرزوست. میگه تو نه مورچه ای نه خدمتی برای مورچه کردی، یعنی میزان خدماتت در این جهان هستی بسیار 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 کوچیکه، بسیار کمه.
حالا اومدی خودت در صف صفه مردم قرار میدی. صف صفه که میدونی صفه یعنی سکو، این هم توی داستان حضرت پیامبر اینا شنیدیم، اصحاب صفه سکویی بود که بیرون مسجد تو کنار مسجد خونه پیغمبر بود. خب بیرون مسجد این اینایی که اومده بودن از مکه اومده بودن مهاجرین بودن، غریب بودن بیچاره، جایی نداشتن، خونه نداشتن توی مدینه، جایگاه توی مسجدی که ساخته بودن مثلا توی شبستان مسجد صفه سکویی بود مثلا نیم متر ارتفاع داشت از زمین، اونجا زیلو انداخته بودن و فلان بیسه، اینا بیچاره شب میمونن اونجا میخوابن، صبح که میرفتن کار میکردن و دنبال رزق و روزی بودن، شبا هم خونه نداشتن اونجا میخوابن، تا بعدا آروم آروم به اصطلاح چی میگفتن بگو انصار اومدن هر کدوم یکی از اینا رو مثلا به عنوان برادر قبول کردن و بردنشون خونه های خودشون، مهاجرین رو بردن تو خونه انصار، اونها خونه هم صاحب مثلا خونه شدن و بعدا دیگه خودشون هم صاحب خونه شدن. میخوام بگم اینجوری میگه موری نیی و خدمت موری نکردی، وانگاه صف صفه مردان تا آرزوز، فرعون و لاف عمل حق میزنی، مثل فرعون خودتو خدا میدونی، فرعون و لاف عمل حق میزنی، وانگاه قرب موسی عمران تا آرزوز، تو مقابل موسی قرار گرفتی، ادعای خدایی میکنه، وقت میخوای که مثل موسی نزدیک بشی به خداوند که بری در حضور خداوند با خدا حرف بزنی، اینا اصلا با هم هیچ سنخیتی نداره. بعد میگه که بله، بعد میگه که چون کودکان که دامن خود اسب کرده اند، دامن سوار کرده و میدان تارسوس. میبینید شنیدید این بچه ها، ما بچه بودیم خودمون هم کار میکرد، یه چوب میگرفتیم میذاشیم لای پامون اینجوری و سر چوب میگم مثلا اسبمون بود و پتیکو پتیکو میکردیم با هم مسابقه میدیدیم اینجوری، بعد هم جفا جفا میپریدیم، قرار نبود بدوی چون مثلا اسب باید عمل میکردی که چار نل میره اسب دوتا دو پاش و دوتا دو پا. میگه تو مثل بچه ها یه چوب گرفتی گذاشتی وسط پا ادای اسب در میاری، من حالا میخواد بری تو میدون جنگ، این اصلا با هم جور در نمیاد. انصاف راه خود سر سیق داده ای، چون کودکان که دامن خود، بله بله این داستان از اون موقع بوده، به ما هم رسیده بود، بچه های ما دیگه بلد نیستن، ما هم این کارو میکردیم بچه که بود. بعد میگه که انصاف راه خود سر سیق داده ای، بر درد نارسیده و درمانت، میگه ببین انصاف بده که مسیر صدق خودتو گم کردی، به درد نرسیدی، حالا درمان میخوای. آخه درمانو به کسی میدن که درد داشته باشه، مثل حافظ، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. تو بعد اول درد داشته باشی، درد عشق بعد داشته باشی تا یکی بیاد سراغ دوا، وقتی درد نداری که دکتر باید سرتو نمیاد که. این هم همین انصاف راه خود ز سر صدق داده ای، مسیر تو گم کردی، بر درد نارسیده و درمانت آرزوست، بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود، شهپر جبرئیل مگسرانت آرزوست، یا شاهبار جبرئیل مگسرانت آرزوست، همچین چیز. میگه که تو بر سر خوان عنکبوت نشستی، خانه عنکبوت چی توش میذارن جلوت؟ مگس. من دیدم عنکبوت وقتی که زنبور میگیره، من زنبور وقتی گرفته دیدم در عرض 30 ثانیه زنبوری که داشت بال میزد و به سرعت میخواست خودش رو رها کنه، در عرض 30 ثانیه اینو به اصطلاح چی میگم مثل مومیاییش کرد، بستش مثل پیله، دیدید چجوری یه حشره میره توی پیله، در عرض 30 ثانیه خدا وکیلی با سرعت این زنبوری که داشت پرپر میزد. دیگه که بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود، تو بر سر خوان عنکبوتی که به اصطلاح مگس بریون جلوت میزد، حالا این که من دیدم زنبور رو کرد بریون، اینجوری شهبار جبرئیل مگسران تاروز، میخوای با پر جبرئیل پرواز کنی، اینجور در نمیاد. هر روز از برای سگ نفس بوسعید یک کاسه شوربا و دو تا نان تاروز، اینم تعبیر دیگه که این نفس انسان رو که هر روز دنبال غذاست
مثل اون سگی که به سر هر روز دنبال آب و دون و سگ نفسمون رو داره بحث میکنه، میگه دنبال این هستی سعدی در این جهان که تویی ذره وار باش، گر دل به نزد حضرت سلطانت آرزو. اینم خیلی تعبیر زیباییه، میگه تو تو این دنیا هستی باید مثل ذره باشی. چرا میگه مثل ذره باشی؟ دو تا تعبیر از ذره وجود داره، یعنی خودتو کوچیک ببینی، یک. دو، دیدید ذرات گرد و غبار اگه نور بیفته تو اتاق چطوری ذرات که کوچک و ریز هستن به سمت آسمون میرن و حرکت میکنن؟ میگه اگر تو این دنیا که هستی خودتو کوچک کردی، یعنی کوچک دیدی، نه اینکه خودتو کوچک کنی به مفهوم تحقیر، نه، به منظور اینکه خودتو بزرگ نبینی، تکبر نداشته باشی، خودفروشی نکنی، ادعا نداشته باشی، اگر اینجوری کردی تو مثل اون ذره ای میشی که به سوی آسمون چیکار میکنه، حرکت میکنی و میری به سمت خورشید. سعدی در آن چه که سعدی در این جهان که تو این ذره وار باش، گر دل به نزد حضرت سلطانت آرزوست. اگه میخوای بری به سمت بالا، به سمت حضرت سلطان نزدیک بشی، بعد خودتو کوچیک داشته باشی. خب اینم از این. آخرین غزل رو از جناب سعدی میخونم. قول داده بودم 5 تا غزل بعد بخونم، این غزل پنجمه که میخوام بخونیم و بعد یه بریک میدیم که دوستانم به اصطلاح اگر نکته نظری دارن بفرمایند استفاده کنیم و بعدم یه استراحتی هم شما داشته باشید، از دست ما خیلی خسته نشید. میگه که هر که هر بامداد پیش کسی است، دقت کنید به این شعر قشنگیه، خیلی شعر اجتماعیه، یعنی درست خوراک ماست، خوراک ما انسانهایی که تو این دنیا داریم زندگی میکنیم و بفهمیم که با کی باید رابطه برقرار کنیم. خیلی قشنگه، میگه ببخشید من یکم سلام گرفتم. میگه هر که هر بامداد پیش کسی است، هر شبانگاه در سرش هوسی است، دل منه بر وفای صحبت او، کانچنان را حریف چون تو بسی است. گرفتین چی گفتم؟ یه بار دیگه. دل منه بر وفای صحبت او، کانچنان را حریف چون تو بسی است. مهربانی و دوستی ورزد، تا تو را مکنتی و دسترسی است. باید در جهان تویی امروز، گر مرا مونسی و هم نفسی است. باز با دیگری همین گوید، که این جهان بی تو بر دلم قفسی است. ببینید زبون بازیه یه آدمو چقدر قشنگ سعدی بیان میکنه. بعد میگه که همچه زنبور در به در پویان، هر کجا طعمه‌ای بود مگسی است. همه دعوی و فارغ از معنی، راستگویی میان تهی جرسی است. پیش آن ذم این کند که خری است، نزد این عیب آن کند که خسی است. خیلی قشنگه. هر کجا بینی این چنین کس را، التفاتش مکن که هیچ کسی است. من نمیدونم، انصافا نیاز نداره اصلا من اینو بخوام معنی و ترجمه بکنم، یعنی هیچ جایی برای ترجمه و معنی انصافا نداره و بسیار زیبا. شما ببینید این آدمی که اون غزل رو میگه، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، یک شعر بلند عارفانه، در این حال از همین صنعت غزل استفاده کرده، یک شعر خیلی ساده اجتماعی رو برای ما داره میگیم که آقا حواستون جمع بشه، یه آدم هایی که هر بامداد پیش کسی بلند میشند، از پیش کسی بلند میشند یا با کسی هستند و هر شامگاه هم در سرشون هوسی دیگریست. اونایی که این به این آدم ها نباید دل ببندی، به قول مولانا گفت غیرت هم آید که پیشت بیستند، بر تو میخندند و عاشق نیستند. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم ترش. از این آدم های عاشق چند روزه خیلی زیاده، همین حرفا رو هم میزنن. میگه مهربانی و دوستی ورزد، تا تو را مکنتی یا دسترسی، تا اونجایی که پول داری عاشق بند جیبتم، حالا دیگه من بقیهش نمی کنم.
مهربانی این عزیز. بعد دیگه گوید اندر جهان تویی امروز گر مرا مونسی و هم نفسی است. دیدی؟ میگه من فقط عاشق تو هم، مونس من فقط تویی. یه آدم های زبون باز که دیگه حالا نمیخوام اسم ببرم. اینا باز با دیگری همی گوید که این جهان بی تو بر دلم قفسی است. همین حرفایی که به تو میزنه بری به یکی دیگه هم همین حرفا رو میزنه، میگه ببین بدون تو این دنیا برای من مفهوم نداره. خدا نصیب هیچ کس نکنه انصافا، چه نرش چه مادهش. ببخشید از این اصطلاح زشت استفاده کردم، نمیخواستم بگم مرد و زن، چون مرد و زن مقام داره. گوش میدی؟ مرد و زن، آقا و خانوم مقام داره. نر ماده، اینا نر و ماده، مرد و زن نیستن، یا نرن یا ماده. بعد میگه که دیگه بقیهش هم که بدگویی هایی هم که میکنه، پیش آن زم این کند که خریست، نزد این عیب آن کند که خسیست. خس یعنی خار و خس، بی ارزش. هر کجا بینی این چنین کس را التفاتش مکن که هیچ کسیست. با این آدم ها نشست برخواست نکنید لطفا، حواستون جمع باشه. خیلی ممنونم، من فعلا استاپ شیر میکنم در اینجا. اگر رو خب یه لحظه عوض میخوام اینجا من بسیار. ما این بخش سعدی رو تمام کردیم، میریم سراغ مولانای عزیز خودمون. غزلی که از مولانا میخوام بخونم یه خورده بلنده، شاید به همین دلیل فقط یک غزل از مولانا بخونم. میفرماید که همونطور که میبینید روی گنجور غزل شماره 1198 هست، از دیوان شمس هستش. این از اون غزلیاتی هستش که جناب آقای دکتر شفیعی کتکنی در اون کتاب خودشون به اصطلاح گزیده غزلیات شمس این غزل ها رو انتخاب کردن و در واقع به نوعی ایشون نخبه کردن غزل های مختلف رو. ما هم همونا رو داریم میخونیم. میگه که سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز، مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز. مرغی که تا کنون ز پی دانه مست بود، در سوخت دانه را و تپیدن گرفت باز. چشمی که غرقه بود به خون در شب فراق، آن چشم حوی صبح به دیدن گرفت باز. صدیق و مصطفی به حریفی درون غار، بر غار عنکبوت تنیدن گرفت باز. دندان عیش کند شد از هجر ترش روی، امروز قند وصل گزیدن گرفت باز. پیراهن سیاه که پوشید روز فصل، تا جایگاه نوف دریدن گرفت باز. مستورگان مصر زدیدار یوسفی، هر یک ترنج و دست بریدن گرفت باز. افغان ز یوسفی که زلیخاش در مزاد، با تنگهای لعل خریدن گرفت باز. آهوی چشم خونی آن شیر یوسفان، در خون عاشقان به چریدن گرفت باز. خاتون روح خانه‌نشین از سرای تن، خاتون روح خانه‌نشین از سرای تن، چادرکشان ز عشق دویدن گرفت باز. دیگ خیال عشق دلارام خامپز، دیگ خیال عشق دلارام خامپز، سپایه دماغ پزیدن گرفت باز. نظاره خلیل کن، آخر که شهد و شیر از اسفعین خیش مزیدن گرفت باز. آن دل که توبه کرد ز عشقش ستیز شد، افسون و مکر دوست شنیدن گرفت باز. آن دل که توبه کرد ز عشقش ستیز شد، افسون و مکر دوست شنیدن گرفت باز.
بر بام فکر خفته، بر بام فکر خفته ستان دل به عشق ما، یک یک ستاره را شمریدن گرفت باز. سودای عشق لولی دزد سیاهکار، بر زلف چون رسن به خزیدن گرفت باز. صراف ناز ناقد نقض، نقد ضمیر عشق، صراف ناز ناقد نقد ضمیر عشق، بر کف قرازه ها به گزیدن یا به گزیدن گرفت باز. تبریز را کرامت شمس حق است و او گوش مرا به خیش کشیدن گرفت باز. خب شعریست که به لحاظ وزن یه خود وزن سختی داره، وزنش خیلی به اصطلاح روون نیست، خوندنش سخته، همچین شعرهایی که وزن ریتمیک نداره، ولی به هر حال مفاهیم بلندی درش وجود داره که حالا من در حدی که در توان هست خدمتتون این مفاهیم رو بحث میکنم. اولا که مجموعه غزل مجموعه چیزه، چجوری بگم، امید دهنده است. یعنی حرف از زیبایی و شادی و رسیدن و وصال داره میزنه، حرف از فراق و دوری نیست. اینش خیلی واضحه، در سرسر غزل همینو داره میگه. میگه سیمرغ قاف رسیدن گرفت باز. سیمرغ قاف، خب سیمرغ که اون پرنده افسانه‌ایه، قاف هم کوه افسانه‌ایه، بسیار بلند، قله قاف دست نایافتنی است. میگه اون سیمرغ دست نایافتنی که در کوه دست نایافتنی بود اومد جلو، اومد نزدیک. مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز. اون اومد و مرغ دل من پرید از سینه من بیرون که بره، که شکار اون باز بشود، شکار اون سیمرغ بشود. میبینید چجوری تفسیر میکنه، خیلی زیباست این به اصطلاح تعابیری که به کار برده. مرغی که تا کنون ز پی دانه مست بود، در سوخت دانه را و تپیدن گرفت باز. میگه تپیدن یعنی بال پر زدن معنی میده. میگه این مرغ دل من که مست دانه بود، میخورد دانه رو، میخورد و میخوابید، مست بود، اما حالا دونه ها رو آتیش زد، یعنی از وابستگی ها برید و شروع کرد به پروبال زدن که خودشو در چنگال اون سیمرغ قرار بده. چشمی که غرقه بود به خون در شب فراق، آن چشم روی صبح به دیدن گرفت باز. چشم من که غرق خون بود در فراق، فراق یعنی دوری، درسته؟ چشم من که خون بود در فراق و دوری از دوست و معشوق، حالا صبح شده، آن چشم روی صبح به دیدن گرفت باز. روشنایی صبح داره وارد این چشم میشه. یعنی چی؟ یعنی امید وصال برای اون فرد به وجود اومده، برای مولانا به وجود اومده. صدیق و مصطفی به حریفی درون غار، بر غار عنکبوت تنیدن گرفت. چقدر این تعبیر زیباییه. صدیق که میدونید لقب ابوبکره، ابوبکر صدیق، و داستانش هم دیگه مشخصه که ابوبکر با پیامبر اکرم اینا از مکه بیرون میزنن چون دشمنان میخواستن ترورشون کنن، میان میرن در مسیر مدینه و وارد غار میشن و عنکبوت میاد اونجا در غار رو به اصطلاح تار میتنه و کبوتری هم در اونجا لانه میکنه، که وقتی که کفار میان باور نمیکنن که کسی داخل این غار باشه، زیرا که عنکبوت جلوشو بسته. بعد حالا اینم داره میگه، میگه صدیق و مصطفی و به حریفی درون غار. ابوبکر و مصطفی رفتن داخل غار، پناه بردن در اونجا، بر غار عنکبوت تنیدن گرفت باز. یعنی عنکبوت اومد و در واقع اونجا رو محیط امن کرد برای اونها. یعنی در واقع مولانا هم داره همین حرفو میگه، من و دلم داریم به یک وادی امن میرسیم و میخوایم به محضر سیمرغ برسیم. بعد میگه دندان عشق کند شد از هجر ترش روی، امروز قند وصل گزیدن گرفت باز. میگه دندان عشق شادی، دندون شادی ما از ترشی دوری از معشوق کند شد، اما امروز دو مرتبه اون قند شیرینی حضور معشوق چی شده؟ به وجود اومده و ما امید داریم که به معشوق برسیم.
پیراهن سیاه که پوشید روز فصل تا جایگاه ناف دریدن گرفت باز. اون پیرهن سیاه دوری غم، پیرهن سیاه پیرهن غم دیگه، که ما دور بودیم از گلوگاه تا ناف پاره شد. یعنی چی؟ یعنی این پیراهن سیاه دوری چی شده؟ از بین رفت و ما به نزدیکی و حضور نزدیک شدیم. مستورگان مصر دیدار یوسفی هر یک ترنج و دست بریدن گرفت باز. بگه داستان به سلام، میدونید که اون دختران مصری، زنان مصری که وقتی که یوسف بر اونها وارد شد دستشون رو بریدن دیگه. میگه دو مرتبه این داستان داره اتفاق میفته. ما همون زنان مصری هستیم، معشوق زیبای ما داره میاد و ما هم آماده هستیم که دستامون رو ببریم. میگه که افغان ز یوسفی که زلیخاش در مزاد با تونگهای لعل خریدن گرفت باز. میگه که ای وای دست اون یوسفی که زلیخا تونگهای به اصطلاح لعل رو به خودش آورده که برای خریدش هی در مزاد، هرچی قیمتش میره بالا، این زلیخا هم که ما باشیم این قیمت ها رو داریم پرداخت میکنیم با تونگهای لعل. خب آهوی چشم خونی آن شیر یوسفان در خون عاشقان به چریدن گرفت باز. میگه که اون یوسفی که از زیباییش چشمانش مثل آهو گیرا بود، حالا اومده با اون چشمای آهوش داره تو خون ما چرا میکنه. میگه چقدر زیبا این تعبیر میکنه معشوق رو، زیبایی معشوق. میگه با چشمان آهوی خودش در مرغزار خون ما داره میچره، خون ما رو داره به اصطلاح، خون ما ریخته شده در مسیر. خاتون روح خانه نشین از سرای تن، یه بار دیگه، خاتون روح خانه نشین از سرای تن چادر کشان ز عشق دویدن گرفت باز. چقدر قشنگ بگه این روح ما مثل یک زنی است که در خانه است، متا خانه روح ما کجاست؟ جسم ماست دیگه. میگه این خانوم روح ما که در جسم ما خانه نشین هستش، با رسیدن عشق چادر کشان، چادر از سرش کشید و داره میدوه میره بیرون، از جسم من داره خارج میره. یعنی روح من چی؟ در پروازه برای رسیدن به معشوق. دیگ خیال عشق دلارام خام پز، یه بار دیگه، دیگ خیال عشق دلارام خام پز سپایه دماغ پزیدن گرفت باز. معمولا قدیما یه سپایه میذاشتن زیرش، آتیش روشن میکردن، دیگو میذاشتن روش و حالا شعله زرد نمیدونم آشی چیزی میپختن دیگه. میگه که دیگ خیال من که عشق رو به اصطلاح میپروروند، خامپزی میکرد، حالا دیگه چیزی نداره که بپزه، خود سپایه رو داره میپزه. دماغ، سپایه دماغ رو، دماغ یعنی عقل هوش، یعنی میگه این عشق من عقل و هوش من رو داره میپزه، از بین میبره، زیرا که عشق اومده جایگاه عقل رو گرفته و من در وادی عشق بودم. چون همیشه مولانا عشق و عقل رو در تضاد با هم میبینه، میگه که اون جایی که عشق میاد عقل جایگاهی نداره، هیچ کار عاشقانی مبانی عاقلانه نداره. بعد میگه که نظاره خلیل کن آخر که شهد و شیر از اصبعین خیش مزیدن گرفت باز. حالا اینجا راجع به خلیل، اگر منظورش ابراهیم خلیل باشه، این داستانش از کجا میاد که شهد و شیر رو از بین دو انگشت خود داره میمکه؟ یعنی مفهومش اینه، میگه به خلیل نگاه کن که شیرینی رو از وجود خودش داره میمکه. و چون حضرت ابراهیم اولین موحد بود دیگه و به خداشناسی رسیده بود، میگه اون رو ببین به این مرحله رسیده. مولانا یه جای دیگه هم گفتم اون دفعه، گفت مولانا میگه من مثل نیشکرم، خودم شکر تولید میکنم و شیرینی خودم لذت میبرم، من شیرینی خودم رو میخورم. میگه به خلیل نگاه کن که شهد و شیر رو داره از انگشتان خودش میمکه، یعنی به اون شناخت و آگاهی رسیده و لذت میبره از این شناخت آگاهی که داره. بعد میگه
آن دل که توبه کرد ز عشقش ستیز شد، افسون و مکر دوست شنیدن گرفت باز. میبینید دیگه اون دلی که از عاشق بودن توبه کرد دوچار ستیزه شد، دوچار جنگ شد. حالا دو مرتبه افسون مکر و دوست رو شروع کرده به گوش کردن. افسون و مکر و دوست یعنی چی؟ یعنی سخنان الهی رو. عاشق دو مرتبه میشه، اونی که از عشق توبه کرده بود حالا دو مرتبه داره عاشق میشه. بر بام فکر خفته ستان دل به عشق ما، یه بار دیگه، بر بام فکر خفته ستان دل به عشق ما، یک شک ستاره را شمریدن گرفت باز. میگه اون دلی که به اصطلاح دلی که بر بام فکر خفته بود، یعنی روی عقل خوابیده بود، توجه کردی؟ بر فکری که دلی که بر بام فکر خفته بود عشق رو دو مرتبه به دست آورد و حالا اون داره چیکار میکنه؟ اون دل داره ستاره ها رو میشمارد در آسمان، توجه کردی؟ پس یه بار دیگه، بر بام فکر خفته ستان دل به عشق ما، یک شک ستاره را شمریدن گرفت باز. بعد میگه، پس میگه برای دل ما که عشق رو به اصطلاح بر بام فکر خفته ستان دل به عشق ما، میگه دل تو با عشق ما به دست بیار بر روی بام فکرت و بعد شروع کن به شمردن ستاره ها، یعنی دیگه چشمت بیداره و دیگه شب خوابت نمیبره و در ما عاشقه به صحبه بره. سودای عشق لولی دزد سیاهگاه بر زلف چون رسن به خسیدن گرفت باز. باز دو مرتبه همون تعابیری که در به اصطلاح نماد به کار برده شده، سودای عشق لولی دزد سیاهگاه بر زلف چون رسن به خسیدن گرفت باز. میگه که این لولی به اصطلاح اون موزیسیانایی بودن که کولی بودن و به اصطلاح موزیک اجرا میکردن، میگفتن که دستشون هم کجه، یه مقداری هم آدمای خیلی چیزی هم نبودن. میگه که این دزدای سیاهکار سودای عشق بر زلف چون رسن به خزیدن، زلف سیاه معشوق رو گرفتن و دزدوارانه ازش دارن چی؟ میرن بالا. صراف ناز ناقد نغز ضمیر عشق بر کف قرازه ها بگزیدن گرفت باز. صراف که خب صراف دیگه، کسی است که طلا و جواهر رو میشناسه و سکه و تقلبی و سکه اصل و اصلا تشخیص میده و معامله میکنه، این صراف ناز هست، ناقد هم هست. حالا این نقد ضمیر عشق رو گرفته، میگه صراف ناز ناقد نقد ضمیر عشق، اون صرافی که نقد عشق رو چیکار کنه؟ نقد میکنه و به سلام ارزیابی میکنه، برکف قرازه ها به گزیدن گرفت باز. حالا اونی که دنبال اون طلای خالص و اون سکه خالص بود، الان دیگه ما قرازه ها رو هم داره چیکار میکنه؟ قبول میکنه و میگزیند، ما رو هم داره انتخاب میکنه. اونی که فقط طلای عصر رو انتخاب میکنه، حالا دیگه لطفشو یه مداری جهان شمولتر کرده، ما قرازه ها هم داره میپسه. بعد دیگه، تبریز را کرامت شمس حق است و او گوش مرا به خیش کشیدن گرفت باز. حالا آخرش به مراد خودش داره کردیتو میده، دیگه تبریز را کرامت شمس حق است، دیگه تبریز کرامت شمس حق رو داره، یعنی چی؟ شمس تبریزی خیلی با کرامته، اما اون که اینقدر با کرامته گوش منو به طرف خودش گرفته و میکشه، اونم محبتش رو به من داره چیکار میکنه؟ نشون. گفتم همش حرف از امید وصال و به سلام راه باز کردن دوست است برای رسیدن عاشق به معشوق. کل غزل در این راستا صحبت میکنه. حالا من دیگه نمیدونم تا چه حد تونستم که سخن مولانا رو برسونم. فکر میکنم که دیگه همینجا فعلا واسه مولانا کافی باشه، چون وقتمون هم خیلی زیاد نیست. من برم سراغ حافظ شیرین سخن خودمون.
جناب چایچی اجازه میدید من یک پرسشی دارم. جناب بفرمایید عزیزم، در خدمتم. هفته گذشته من یک سروده خدمتتون خوندم که با سروده امشب بسیار این دو سروده رو یگانه دیدم یه مرتبه، چون ذهنم آمادگی شنیدن این رو بهتر داشت به خاطر غزل هفته پیش. غزلی که خوندم مرغ دلم باز پریدن گرفت. و این غزل امشب هم منو بیاد اون غزل انداخت که حالا دوست دارم که شما بیشتر توضیح بدید، که مثل اینکه رهروی است که در راه قدم نهاده و به جایی رسیده در غزل مرغ دلم باز پریدن گرفت. برسته. و امشب باز دوباره این باز گرفت رو من در این غزل دیدم و برام این مال حافظ دارید میفرمایید؟ نه خیر مال مولانا رو میگید؟ مولانا، بله غزل مولانا که الان خوندید، همین این بله همین غزل که تمامم گرفت باز. و در اون غزلی که من دیگه هفته پیش خوندم مرغ دلم باز پریدن گرفت، اون میاد گرفت، این میاد گرفت باز، یعنی بهرویی که از یک مرحله به یه مرحله باز دوباره بهتر رسیده. من یه همچین چیزی بین این دو غزل دیدم. یک ممکنه که یک کمی راجع به این دو غزل ارتباطش با هم، چون من اینا رو خیلی با هم مرتبط دیدم. بسیار مرتبطه. ببینید من فقط خیلی خلاصه میگم، اینجا عنایت معشوق است نسبت به عاشق تو این غزل. میبینید دیگه سی مرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز، مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز. یعنی چی؟ یعنی اون سی مرغ اومد که بگیره، نزدیک شد و برابر این مرغ دل منم شروع کرد به پریدن. بعد همینطور ادامه میده که چشمی که غرقه بود به خون در شب فراق، آن چشم روی صبح به دیدن گرفت باز. میبینید چشم من همش در فراق بود، حالا دو مرتبه داره صبح و روشنی رو میبینه. پس منشون میده که مرتبا تمام شعر در همین مسیر دیگه، که پیراهن سیاه که پوشید روز فصل، تا جایگاه ناف دریدن گرفت باز. این فصل یعنی دوری، درسته؟ فصل یعنی دوری دیگه. اون پیراهن سیاهی که روز جدایی ما پوشیده بودیم حالا تا ناف پاره شده و باز شده. پس یعنی چی؟ وصال دیگه، به وصال داره رسید. و باز دو مرتبه همین میبینی از سر تا ته غزل همش راجع. آخرش هم که میگه تبریز را و کلمات شمس حق است، او گوش مرا به خیش کشیدن گرفت باز. شمس باز. تبریزی هم گوش مرا گرفته داره به سمت خودش چی میگه؟ همش وصاله. اونجا توی بسیار مرغ دلم باز پریدن گرفت، اون تمایل به وصاله. ببین اینجا خود وصال راه باز کردن معشوق است برای عاشق، اونجا عشق معشوق وصال عاشق است برای رسیدن به معشوق، اونجوری داره بیان میکنه. من در این حد فعلا میتونم صحبت کنم و اجازه بدید که بس بریم که اون یکی چیزم بکنم، چون بخوام که از حضور دوستانم استفاده بکنم. باشه؟ خوبه؟ سر کنم؟ بله خواهش بکنم. مرسی. خب اما میایم سراغ این طایر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آید و با وصل قراری بکند. یه بار دیگه این غزل شماره 189 سر کنم، غزل شماره 189 از حافظ توی گنجور نگاه کنید لطفا. بعد میگه طایر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آید و با وصل قراری بکند. دیده را دستگاه در و گهر گرچه نماند، بخورد خونی و تدبیر نساری بکند. دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من، هاتف غیب ندا داد که آری بکند. کس نیارد بر او دم زند از قصه ما، اگرش باد صبا گوش گذاری بکند. دادم باز نظر را به تذروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. شهر خالیست و عشاق بود کس طرفی، شهر خالی است و عشاق بود کس طرفی، مردی از خیش برون آوید و کاری بکند. کو کریمی که ز بزم طربش
همزه دهی جرعه در کشد و دفع خماری بکند. یا وفا، یا خبر وصل تو، یا مرگ رقیب. دقت کنید، یا وفا، یا خبر وصل تو، یا مرگ رقیب. بودا یا که فلک زین دو سه کاری بکند. حافظا گر نروی از در او همروزی، گذری بر سرت از گوشه کناری بکند. حافظا گر نروی از در او هم روزی، گذری بر سرت از گوشه کناری بکند. خب ببینید که اتفاقا این غزلم غزل امید بخش عاشقان است، درست در راستای غزلی که مولانا برامون به اصطلاح تهیه کرده. تایر یعنی پرنده، خب دولت هم یعنی خوشبختی. دیگه تایر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آید و با وصل قراری بکند. میگه اگر پرنده اقبال ما دو مرتبه بر سر ما گذاری بکنه، مشمول اقبال بشویم، یار باز آید و با وصل قراری بکنه. یار ما هم برمیگرده پیش ما و با با هم دیگه یه قراری برای نزدیک شدن، وصل شدن با هم خواهیم. دیده را دستگاه در و گوهر گرچه نماند، بخورد خونی و تدبیر نساری بکند. خب میگه دیده ما، چشم ما، دستگاه در و گوهری اگرچه ندارد، یعنی ما گوهری دری نداریم، چشم ما خالی است، چیزی نداریم که یا ارزشی نداره، اما علی رغم این چیکار میکنه؟ خون میخورد، چشم ما خون خواهد خورد، یعنی چشم ما خونی خواهد شد، و تدبیر یک نثاری رو میکنه، یعنی ما با چشم خونین خودمون جای گوهر و در چیزی رو نثار به قول معروف معشوق میکنیم. دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من، هاتف غیب ندا داد که آری بکند. دیشب در معاشقه ای که میکردم گفتم که شاید لب لعل او چاره بسیار مشکل من بکنه، این وصال دیگه، رسیدن به وصال. هاتف غیب به من گفت که بله، این امکان پذیر هست. بازم امید دیگه، امکان پذیر هست. کس نیارد بر او دم زند از قصه ما، مگرش باد صبا گوش گذاری بکنه. میگه هیچ کس به اصطلاح جرأت اینو نداره که در گوش معشوق قصه ما را بگه، مگر چی؟ باد صبا قصه ما را به گوش رو برساند. باد صبا همون باد چیه؟ صبحگاهیه، یعنی سرخیز بشیم اونجا مراجعت بکنیم، باد صبا قصه حال ما را به گوش معشوق ما خواهد رساند. بعد میگه که دادم باز نظر را به تزروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. خیلی جالبه، میگه باز نظر، این همه از استعاره استفاده کرد، میگه باز نظر خودم رو برای شکار قرقاولی به پرواز درآوردم. اون قدیما پادشاهان باز داشتن، باز شکاری داشتن تربیت میکردن بهش، مثلا اگه میخواستن که قرقاول فقط شکار کنه، فقط گوشت قرقاول بهش میدادن، بنابراین یه جایی که میرفتن میخواستن قرقاول بگیرن، این بازو تربیت کرده بودن، خودش نمیخورد پرنده رو، میرفت میگرفت میورد واسه یه اربابش به اصطلاح، و بعد وقت این ارباب یه تیکه ای از گوشت پرنده رو به خود اون پرنده هم میداد و میفرستش برای پروازهای بعد. میگه دادم باز نظر را به تزروی پرواز، نظر خودم رو، باز نظر خودم رو برای شکار به اصطلاح قرقاول پرواز دادم، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکنم. امیدوارم که بتونه تشخیص بده قرقاول رو و بره شکارش بکنه. خدا کنه که، یعنی چی؟ یعنی من که ذهن خودم رو پرواز دادم به سوی خداوند که او رو شکار کنم، بتونم بشناسم حق از باطل و بگیرم. میگه که تزرو یعنی قرقاول. میگه شهر خالی ز عشاق، بود کس طرفی
مردی از خیش برون آید و کاری بکند. میگه که شهر از عشاق خالیه، ما عاشق درست حسابی نداریم، خدا کنه یه مردی پیدا بشه و یه کاری انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خدا کنه که از میان اینایی که ادعای عشق میکنن، عاشق بودن میکنن، یه آدم درست حسابی توشون چی بشه؟ پیدا بشه و به اصطلاح به وصال برسه. ما هم پیرو اون باشه، ما هم دنبال او حرکت کنیم. بعد دیگه که کو کریمی که ز بزم طربش غمزده ای جرعه ای در کشد و دفع خماری بکند. کو کریمی که ز بزم طربش غمزده ای جرعه ای در کشد و دفع خماری بکند. میگه دنبال یه کریم میگردم، یه آدم بزرگوار، کسی که مایه داره، به قول معروف مایه معنوی داره، مایه جان داره، که یه بزمی برقرار کنه و یه غمزده، یه کسی که به اصطلاح مجلس رو میگردانه، جرعه ای در کشد و دفع خماری بکنه، یک جرعه ای از جام وجود اون به اصطلاح کریم بنوشد و خماری رو از بین ببره. خماری اون حالت بدی است که طرف از کمبود به اصطلاح می و شراب داشته یا از مواد مخدر به اصطلاح رنج میبره. میگه ما مثل اون هستیم، دنبال هستیم یه کریمی پیدا بشه که جرعه شرابی از وجودش به ما بخوراند و خماری ما رو از بین ببره. یا وفا یا خبر وصل، وصل تو یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بودا یا که فلک زین دو سه کاری بکنن. سه تا آرزو میکنه از فلک، از آسمان میخواد یکی از اینا رو بالاخره برآورده کنه. چی؟ یا وفاداری معشوق بهش اثبات بشه، یا خبر وصل معشوق بهش برسه، یا مرگ رقیب. اونایی که دشمن هستن، بزرگترین رقیب ما نفس ماست، یادتون باشه در مسیر عشق نفس اماره ماست که بزرگترین رقیب ما هستش، یا شیطان حالا اسمشو بزن. میگه یکی از این ستا باید آیا که فلک زین دو سه کاری بکنه، آسمان یکی از این ستا کار رو شما بکنه. حافظا گر نروی از در او هم روزی، گذری بر سرت از گوشه کناری بکنه. بازم امید بخشه. میگه حافظ، خودش به خودش داره نبیه، میگه که حافظا گر نروی از در او هم روزی، میگه اگه تو در او رو رها نکنی، در خانه او رو رها نکنی، حتی بهش به وصالم نرسیدی یا توی خونم راد ندادن ها، توجه کردی؟ ولی فقط در خونش رو رها نکنی، اونجا به پلکی گذری بر سر از گوشه کناری بکن، بالاخره یه روزی از بالا سرت عبور میکنه و به تو یه عنایتی خواهد کرد. خیلی خوب، من فکر میکنم که برای امشب سهم من کفایت میکنه، استاپ شیر میکنم، برمیگردم خدمت دوستان بسیار عزیز. خیلی ممنونم از توجهی که داشتید و